فقط باید اعداد جملات متشابه رو با هم دیگه ثابت کنیم. بیجا x x عدد پشتش 21، عدد پشتش 10. 21 به مای 10 میشه چند ما؟ میشه 11 تا. 11 تا چی آقا؟ 11 تا x. حالا 12 x y به علاوه 14 x y. خب بچه تصویر ببینید، 12 تا ایکسی به علاوه 14 ایکسی به، چون اینا حروف هاشون مثل هم دیگه هست، اصطلاحا متشابه هست، باید اعداد پشت شما دیگه جمع و فرق بکنه. اگر این اتفاق میفته 12 و 14 رو هم حساب بکنیم، جوابش میشه چه رقم؟ میشه 26 x و y. چون دیگه الان ایکس و ایگرگ با هم متشابه نیستن، دیگه ما نمیتونیم اینا رو با هم دیگه ادامه بدیم و جمع و تفریق بکنیم و این سوال اینجا به اتمام میرسه. بچه ها این یه مثالی از جلسه قبل ما بود. اگر تو این قسمت سوالی هست بفرمایید، اگر که نه بریم با هم دیگه تمرین های شما قرار رو پر کنید و با هم بررسی کنید که چند دقیقه تصویر در اختیار شما باشه. یه بار دیگه بگم، دوباره میگم، باش بیشتر حل میکنه بچه ها. چشم هلنا میکروفون وصل عزیزم. استاد خسته نباشید، من یه سوال داشتم درباره عبارت ها. مثلا وقتی که ما مثلا 11 ایکس رو به دست آوردیم، اگر جوابمون شده بود منفی 26 ایکس ایگرگ، باید توی پرانتز بنویسیمش دیگه مثل همون عبارت قبلی؟ نه پرانتز نیازی نیست، یعنی همجوری بود. آه یعنی دیگه علامت تبدیل بشه به منفی؟ بله اون وسط علامت رو میشناسید منفی دیگه. یه سوال دیگه هم داشتم. اگه یه عدد داشتیم که مثلا یه جمله غیر متشابه بود نسبت بعدیشون، بعد آخر سر باید حساب کنیم؟ نه جمع تفریق آخر سر بیه کنارش بنویس. خیلی ممنون، مرسی. مریم صابر میکروفون وصله. النا میزنه خانم رو برات. بچه که دستشون بالاست باشه سریع تر میکروفون رو وصل میکنم جوابم بدید. مریم صابر، پارمیدا واحد نیا وصل میکروفونه. خیلی میکروفون وصل کردن وقت میگیره. فاطمه نجات پژو سلام استاد. استاد من سوال داشتم، یه دونه سوال توی این عبارت بود، یه سوالم پیش بودم. مگه شما نمیدونید اگه پشتش منفی باشه علامتشون ناجور باشه از هم منها میشن، مثل اون اولی که حل کردید؟ الان خب شما چرا 12 و منهای 14 نکردید با هم جمع کردید؟ به خاطر اینکه 12 علامتش مثبته، 14 علامتش مثبته، پس چون جفتشون مثبتن باید با هم دیگه جمع و باید با هم دیگه جمع بشه. اگر یکیش منفی بود یکیش مثبت ناجور بود باید کم کردید. مهدیس بگو. خب بگذاریم بچه ها یه تعداد سوال با هم دیگه حل کنیم. ادامه شده حل کنیم سوالات رو هم جلسه قبل رو ببینیم. یه تعداد مثال از جلسه قبل با هم دیگه بررسی بکنیم. صفحه 3 جزوه رو دوستان عزیزم هم بیارم. از شماره 10 داریم با هم پیش میریم. از شماره 10 جزوه دارم براتون مینویسم. شماره 10 چهار ایکس منهای شیش ایده به علاوه یک منهای سه ایکس به علاوه دو ایده یه برده. خب
بچه دقت بکنید الان اینجا رو سوالات تمرین های جلسه قبلتون رو داریم از سوال دهش با هم دیگه بررسی میکنیم. از سوال ده داریم با هم کار. خب چند تا سوالات سخت شده نمی سرم مثلا سوال بعدی 15 رو برد می گیسن تو سوال سختیه. سه ده دو ایس بعد به پنج جه منطقه سه ایس منطقه پنج. سوال بعدی سوال 21 سوال سختیه. چهار ده اینجه که به علاقه ایس به علاقه دو منطقه پنج در این سمن های این بگم در هم بگیش. اینا سوالات جلسه قبلیه که ما به عنوان تمرین گفتگو انجام بدم زحمت بکشم انجام بدم. خب بچه ها بچه دقت بکنید من یه لحظه چتاتون رو ببندم عرض میکنم چتاتون رو ببندم بعد با هم دیگه با سوالات بچه ها رو جواب بدیم. گوش کنید بچه ها جواب. اولین کاری که اینجا باید انجام بدید اینه که پشت پرانتز هر عاملی که هست باید داخل پرانتز باشه. سوال اول چند تا تمرین رو در چهار ایکس با منفی سه ایکس متشابهه. از طرف دیگه منفی شش عدد یک با عدد هفت بریم حاصلش رو به دست حواسان من بچه چهار ایس منطقه سفر آبا چهار تا ایس منطقه سفر ایس میشه چند تا ایس میشه یه دونه ایس میشه یه دونه ایس یک ایس یکیش هم من تو میتونی ننیسیم بچه اینا رو حساب کردن یه خطش میدانم که فقط اینا تکلیفشون مشخص شد قسمت بعدی رو دقت کنید دوستان از من منفی شیش ایگره علاوه دو ایگره. خب آما اینجا چون ایگره علاوهش منفیه اینجا ایگره علاوهش مثبت اینجا در واقع دو تا عبارت ناجور هم پس باید اصلا کم بشه شیش و دو رو اصلا کم بکنم میشه چهار علاوه باید رو بزرگر میزنم میشه منفی چهار. منفی چهار که چی؟ منفی چهار تا ایگره. حالا بریم سراغ اعداد. بچه اعداد هم دیده هم سفاره دارن یا دقت بفرمایید که یک با هم متشابهه یعنی عدد از جنس همه. یک و اون هفته هم اگر دقت بکنم دوستان گلم علامتش مثبته. آقا یک به علاوه هفت میشه چی؟ میشه هشت. پس اونجا من با اعداد می‌نویسیم هشت. این بریم سراغ مثال بعدی. آقا توی مثال شماره 15 هر عاملی که پشت پرانتز داره باید داخل پرانتز پخشش بکنم. نگاه کن آقا الان پشت پرانتز ما یه عدد 3 هست اینجا یه 2x داریم و یه 5 y داریم. این عدد 3 باید تو کل این پرانتز پخش میشه یعنی در مورد به این شکل ببینید عزیزان یه اولیه با یه فلش و همینطور توی دومیه با یه فلش دیگه باید زرد بشه. این از اولین حرف بچه گلم این منفی که اینجا وجود داره هم مثل قبلیان هم برای اولیه محسوب میشه و هم برای دومیه محسوب میشه یعنی در واقع منفی پشت پرده کارش یه چیزی بودی کارش قرینه کردن بودی الان جفت اینا رو قرینه میکنی. خب حالا بریم سه دو تا میشه شیش ایکس شیش ایکس سه پنجتا میشه مثبت پونزده ایگرک. منقار اگر توش اثر بدید دوستان گل من اتفاقی که میفته اینو قرینه میکنه یعنی میکنندش منفی سه ایکس منفی در منفی مثبت پنج ایگرک. حالا حاصلاش رو به دست بیاریم. خب آقا 6x
با منفی 3 ایکس متشابه، خب میگم 6 تا ایکس منفی 3 تا ایکس میشه 3 تا ایکس، برابر میشه با 3 تا ایکس. نمیتونم 3 ایکس. از طرف دیگه بچه هایم 15 ایکس ستاره میتونم با 5 ایکس 15 ایکس اگر با من دیگه جمع بکنیم میشه 20 ایکس میشه در را بگم 20 بیده. سوال آخر بچه پرانتزش ستایی ایرانی نداره که ستایی باشه، چهار یه بار تو اولیه، یه بار تو دومیه، یه بار تو سومیه برش. از طرفی دیگه اینجا هم منفی 8 توی اولیه، توی دومیه و توی سومیه به ترتیب باید ضرب شد. پس سه مرحله شما ضرب باید انجام بدید. خب بریم با هم دیگه چهار ضرب نگه بکنم میشه چهار ایکس، چهار ضرب ایکس بکنم میشه چهار ایکس، چهار ضرب دو بکنم میشه مثبت هشت. از طرف دیگه منفی هشت رو منفی ضرب شد توی منفی هشت ایکس منفی در منفی مثبت 8 ایگرگ منفی در مثبت منفی 8. حالا که ضرب کردی حروف های متشابه رو باید با هم دیگه جمع و تفریق بکن. خب آقا 4 تا ایگرگ با 8 تا ایگرگ مثل هم دیگه است، 4 تا ایگرگ با 8 تا ایگرگ یعنی باید با هم جمع بشه، یعنی اگر جمعش رو انجام بدی میشه 12 تا ایگرگ. از طرف دیگه ایکس ها رو با هم ببینید بچه های گل من، چهار تا ایکس با منفی هشت تا ایکس چون اول ناظره از هم کم میشه میشه منفی چهار ایکس. از طرف دیگه آقا مثبت هشت با منفی هشت قرینه است، دو هم دیگه خط میکنم میشه سه، هشت ایکس با منفی هشت ایکس میشه سه و حاصل این سوال خیلی راحت بعد از این همه مراحل و محاسبات به دست میاد. بچه های نازنین من اگر سوالی هست بفرمایید. فرمیا بگو. استاد صدا من داریم؟ من میخواستم توی اول شماره 10 بله. اونجا شما زدید یک ایکس، ما میتونیم به جای یک ایکس بزنیم یه ایکس خالی؟ بله عزیزم میتونی یکیشو نذاریم. بله پرستش سوالت چیه؟ استاد سلام. بفرمایید. استاد میخواستم بدونم که ما میخواییم که عبارت ها رو با هم دیگه یعنی ببینیم که کدوماشون با هم دیگه باشه، از کجا باید بدونیم جمع باید بکنیم تقریبات علامت پشتش نگاه کنیم؟ اگر علامتشون جور بودن جمع کن، اگر علامتشون ناجور بودن کم کن. آها ممنون مرسی. آرشیدا میکروفونت بسته. درست هم میشه استاد تو اون مرحله سومی ما باید اون پرانتزا رو ضرب در چهار ایگرگ کنیم. بله بله و وقتی چهار رو ضرب در پرانتز کنیم. مرسی. بچه میشه با هم سوال نپرسیم؟ از میخوام خیلی سوالاتون شبیه همه و بچه هایی هم که دستشون بالاه سوالشون اکثرا تکراری، خواهش میکنم سوالات تکراری نپرسیم. فصل 3 رکسانه جان فصل 3 اینجوری باشه خیلی سخته جواب دادن سوال ها. میکروفون وصل نشده. خب دقت بکنید
من یه بار دیگه سوال 21 رو توضیح بدم. حواسا چهار طرفه پخش میکنیمش، میشه چهار ایجه چهار ایکس چهار دوتا هشت. من هشت رو طرفه در میکنیم، در واقع میکنیمش طرفه پخش بکنیم. اگر این اتفاق بسه شما این تای هشت ایکس مهما در مهما مصبت هشت ایجه مهما در مصبت مهما هشت. حالا حروف ها و اعداد و جملاتی که شبیه به هم هستن، متشابه با هم هستن رو باید با هم دیگه جمع و ترکیب کنیم. بچه ها ما برای جمع و ترکیب متعین فصل ترکیب باید رفتار بکنیم. اگر جملات همین جور بودن جمع میکنیم، اگر ناجور بودن کم میکنیم. برمی چه کنید اصله؟ استاد ما یه سوال داشتیم. اونجا که چهار هستش گوشه واسه سومی، سومی چهار، استاد وقتی که جمع کردین شد مثبت هشت، مگه اون چهار هم مثبت نیست؟ علامت نداره مثبت میشه دیگه. خب وقتی علامت نداره مثبت میشه، ولی شما اونجا نوشتی مثبت هشت. جواب وقتی که چهار رو مثبت چهار رو با مثبت دو جمع کنیم میشه مثبت شیش، نمیشه مثبت 8. ضرب بینشون ضرب عزیز دل من 21 بین 4 با پرانتز و ضرب بشه. آها یعنی 4 دو تا هم 6 تا اینجوری؟ بله بله. ممنون مرسی. سوال 15 آشیل گوش کن. 3 رو تو پرانتز پخش کردم شده. 3 دو تا 6 3 5 تا 15 اینه. میرم تو پرانتز اثر داریم، پرانتز رو قریبه کردیم، کردتش منفی سه ایس منفی در وقتی مورد کنیم پنجی بگیم، ولی متشابه ها رو آن دیگه جمع رو تفریح کردم. خب بریم ادامهش، یه تابلو دیگه پر کنیم. بچه هر چقدر سوال میپرسید تعداد تمرین هایی که قرار حل کنیم میاد پایین. این سوالاتتون اکثرا تکراریه. خب بریم بعدی. ادامه قضیه رو با هم دیگه ببینیم. بچه صفحه چهار رو بیاریم. صفحه چهار رو بیارم دوستان. صفحه بعدی گفتی که عبارت جمعی و سوال نشه که ممکن بنویسید. همه این صفحه سوالات رو سخت می‌دارن. اینا رو با هم کامنت کنید. بچه این تابلو رو ببینید که نسبت به تابلو قبل سوالات این تابلو سخت‌تر است. عزیزان دقت دقت گوش کنید بچه‌ها، الان می‌خوام تمرین این صفحه رو دیگه حل کنم. من چت‌ها رو می‌بندم صحبت نباشه، فقط به من توجه کنید. توی این تابلو اولین کاری که می‌کنیم عبارت پشت پرانتز رو باید داخل پرانتز ضرب کنیم. بچه‌ها کلاً نگاه کنید، توی این مسئله دو ایکس اتفاق براش نمیفته، دو ایکس رو فقط مینویسی. از طرف دیگه منفی سه و بینش با پرانتز عملیات نیست، یعنی عملیات چی در واقع اتفاق میفته؟ ضرب داره اتفاق میفته. خب منفی سه رو تو پرانتز باید پخش کنیم بینش. اگر این اتفاق میفته میشه منفی سه چهار تا دوازده ایکس منفی در مثبت منفی
خب بس درست بکنیم دو ایکس مهمهای لحظه در ایکس مهمهای سه فرصه در میشه منفی در مصورت منفیه سه دوتا شیشتا ایگره. خب درست ما الان این سوال ببینیم دو ایکس رو من نوشتم سه رو فرضه زردن شد دوازده ایکس منفی در مصورت میشه منفی سه دوتا شیشتا ایگره. بچه‌ها فقط دو ایکس و دوازده ایکس با هم متشابه هستن دوازده ایکس میشه منفی ده ایکس میشه منفی ده تا ایکس منفی شیشتا همه کسی نیست باهاش متشابه باشه پس اینا سر جاش می‌نویسید و این سوال تموم میشه پس هم تو اولیه هم توی آخریه پخش میشه از طرف دیگه پنج هفته مصبت سی و پنج منفی هم منفیش مصبت منفی در منفی مصبت منفی و یکم که سر جاش حالا بریم سراغ متشابه آمان بگیم آقا 20 تا ایکس با 7 تا ایکس میشه 27 تا ایکس حالا اعداد هم با هم باید در نظرش بگیریم اعداد رو با هم ببینیم 35 یک میشه سی و شیش پس میشه به علاوه سی و شیش مثال بعد سه ایکس داره تو پرانتز ضرب میشه پس باید تو کل پرانتز ضربش بکنم هم تو اولیه هم تو دومیه این برنامه چیزی نداریم که بخوایم ضرب بکنیم توش ببینید سه دو تا میشه شیش ایکس سه ضرب در منفی پنج میشه منفی سه پنج میشه پونزده تا بچه اینجا رو خوب دقت بکنید آقا یه ایکس ایشون داره یه بیت ایشون داره پس اینا رو کنار هم دیگه می نویسنش می کنونش ایکس ایگرگ در علاوه ادامه داستان در علاوه هم ایکس ایگرگ و من های دوازده این برقیش رو کاری نکردم حالا با دقیقه نگاه کن عزیز من شیش تا ایکس با منفی دوازده خب شیش منفی دوازده ناجوری کم میشه میشه منفی شیش ایکس از طرف دیگه اینجا منفی پونزده ایکس دیگه با مثبت هفت ایکس میده چون علامتشون ناجوره باید اصلا کم بشه میشه منفی هشت تا ایکس میده منفی هشت ایکس و ایکس ایکس و ایکس خب سوال آخر بچه های عزیز من پشت پرانتز تو نه آبی قرار گرفته نه آبی رو توی تشتک جملات داخل فرانتزمون باید پخشش بکنیم و اینجا میشه اتفاق باکسی نمید خب بیا با من نه دو تا میشه هیجده آبی من های نه سه تا میشه بیست و هفت بچه ها نترسینا این آبی داره این هم ایکس داره پس میشه آبی ایکس پس میشه آبی فرانتز تمام شد ادامه سوال رو بدون تغییر بنویسید میشه به علاوه ده آخر
به علاوه 15 A, B, X. حالا اونایی که مثل هم هست رو با هم باید حساب کتاب بکنیم. خب بچه دقت بکنیم، دقیقا جملاتی که مثل هم دیگه هست باید با هم در واقع محاسبه بشه. ببینید تمام 18 تا آبه، 18 تا آبه با 10 تا آبه، 18 تا آبی در علاوه 10 آبی میشه چقدر؟ میشه 28 آبی. برابر میشه با 25 آبی. خب این هم از این. از طرف دیگه منفیه 27 آبی ایکس، منفیه 27 آبی ایکس با 15 آبی ایکس اینا با هم میگن منفی 27 به علاوه 15. بچه از من دقت بکنید، باز دارم من کنار تصویرتو بایستم. ببین آقا چون اینجا جملات ما اعدادشون در واقع ناجورن، شما باید 15 و 27 رو از هم کم بکنید و الان عدد بزرگتر رو بذارید. تجاربش میشه منفی دیدید رو ناجور از هم کمش کردم، منفی 12 تا حالا بود بشنیم آه یا این هم از بچه بفرمایید این تابلو در اختیار شما، تصویر در اختیار شما کامل. اگر سوالی هست چطورتون رو من باز میکنم بفرمایید. بچه که میکروفون میخوان خواهشن سوالاتتون رو تکراری نپرسید. من سوال بچه های جواب رو بدم بعد میکروفون شما رو بس میکنم. درست ها کدوم رو متوجه نشدید؟ آن شماره دو بله بله من جوز میخوام منفی در منفی میشه مصبت، منفی در مصبت میشه این من اشتباه نوشتم بله میشه منفی یک، میشه منفی یک هر دو شماره من اشتباه کردم. 35 منفی یک میشه 34 الان باشه 34. صفحه چهاریم سارا جان. خب اینم از این. آیدا میکروفونت بسته. آیدا خانم طاهری آیدا میکروفونت بسته. فاطمه زهرا میکروفونش بسته. سارا توضیح میدم یه بچه میکروفون اصلا شما استاد صدا من دارید؟ بفهمید بله بله بفهمید. استاد اگر پشت پرانتز عددی نبود ضربش نمی کنیم؟ نه دیگه چیزی وجود نداره که داخل پرانتز ولی اگر بود باید ضرب کنیم. حتی اگر مثل سوال چهار فاطمه سوال چهار نگاه کن پشت پرانتز عدده علاوه بر عدد یه آبی هم وجود داره کلش تو کل پرانتز دونه دونه ضرب میشه. ممنون. خواهش میکنم. خب بچه سوال چهار یه بار دیگه من توضیح بدم. اینجا رو ببینید چون پشت پرانتز ما نو آبی هست، نو آبی داخل پرانتز باید ضرب بشه میشه نو دو تا 18 تا این آ داره این بی داره میرسیدش میشه 18 تا آبی بعد ما داخل مرکز های جلد شده مرکز 27 تا آ داره به داره ایکس داره میشه آبی ایکس. بعد ادامه داستان رو زیرش نوشتم سوال دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد اینا رو با هم دیگه مشابه ها رو جمع تحلیل کنم 18 تا آبه با 10 تا آبه میشه 28 تا آبه بین 12 تا با مقدار 15 میشه ارادش رو ناجور از هم کمش میکرد بده من که 12 آ بی ایکس. خب اینم از این. درست سوال چیه؟
استاد ببخشید من یه سوالی داشتم، توی این گزینه چهارم یعنی ما از این به بعد وقتی که میخواییم ضرب بکنیم عددی توی پرانتزو باید یعنی آبی یا هر چیز حروف و متغیر دیگه ضرب بکنیم و در نظر بگیریم؟ بله و اینا باید کنار هم بنویسید. بله ممنون. تو عددها رو تو هم ضرب کن، از عددی که ضرب کردی بعد حروف ها رو کنار هم بیار. آها ممنون. خب بازم یه تابلو دیگه با هم فرم میکنیم بچه ها. یه اسکرین‌شات از این تصویر بگیرید لطفا بچه های گل من، یه اسکرین‌شات از این تصویر بگیرن بعد دوباره یه تابلو دیگه با هم دیگه فرم میکنیم. من اینو خواهرم پاک کنم. یه اسکرین‌شات از تصویرتون بگیرید بعد یه تابلو دیگه پر کنیم بعد این سوال درس جدید. سوالات بعدی دقتون فرمید. از سوال ادامه سوال شماره چهار به بعد دوباره با هم دیگه حل. گوش کنید بچه هم همه حواسه رو من. از سوال پنج دوباره یه تابلو دیگه با هم از این قسمت پر میکنیم که انشاءالله این مبحث هم خوب تو ذهن بچه ها جا بگیره. بعدش به این مبحث جدید رو هم میکنم که من با اجازتون چتاتون رو ببندم که همه دوستوی گل هم حواسش رو ببندم. پس بچه قبلی که میخوام این تابلو رو بنویسم یه نکته رو دوباره تاکید بکنم که سوال خیلی یادتون میاد. آقا اگر میشه پرانتز عدد بکنم اعداد داخل پرانتز رو خونه بودم. اگر باشه پرانتز علاوه بر عدد یه حروف دیگه یا وجود داشت اعدادش رو که تو هم ضرب کنی هیچ حروف هاشون هم کنار هم دیگه باید بیاریم. این اتفاق توی این سوالی که الان تو باهم هستم خیلی بیشتر قراره تکرار بشه. یعنی چجوری؟ حواسه به من. سوال شماره پنج، ببین پنج پرانتز هشت آبه من های سبی بعد آبه سی آبی من های در. سوال شیش سه ایس یه نمی دا سوالات سختر آب دو آبی من های در برنامه نو آ بی ایس برنامه شیش ایس ایده. سوال هم پنج آ در سیکسه من تیزش برنامه دو ایس پرانده سه آ من تیزش چهار آر و در آخر سوال هشت منهای شونزده آبی منهای هشت آب پرانت دو بی برده بیسه پرانت بسته برده در بچه با دقت این تابلو رو ببینید. تقریبا تابلوی همچین جور داریه. خوب ببینید سوی گل من تصویر قشنگ براتون واضح کنم. همه حواس رو من تمرکز خب دقت کنم دیدم هر چی که پشت پرانتز هست باید تو پرانتزمون پخش میشه. پس الان این پنجه رو توی پرانتزمون باید پخش شه و همینطور توی قسمت دوم میشه. خب اگر این اتفاق بیفته میشه چی؟ هشت پنج تا میشه چهل تا میشه چهل تا چهل آبی پنج ستا منهای پونزده تا بیست. ادامه سوال رو هم با یه رنگ دیگه می نویسم در علاوه سی آبی منهای ده بیست مساوی.
بچه گلم، خوب نگاه کنید. الان گروه‌هایی که مثل هم هست رو باید با هم دیگه حساب کتاب بکنید. خب آقا، چهل تا آبی با 30 تا آبی، چهل برابر 30 میشه چقدر؟ میشه 70 تا آبی. من می‌نویسم 70 تا آبی. 70 آبی. درسته؟ ادامه‌اش رو ببینید. 15 تا بی با منهای 10 تا بی. 15 و 10 رو خوب دقت کن. علامتاش رو چی هست؟ ناجور نیست، ناجور هست. این منهی هم منظورت جور رو با هم جمع کنیم. من که 15 و منهی 10 رو با هم جمع کنم میگم. من که 10 و منهی 15 رو با هم جمع کنم جوری. من که 10 و منهی 15 رو با هم جمع کنم میشه منهی 25 بی. من از 25 بیدیم. اینجا یه باید دیگه رو خود شما از دیگه نشید. من شد 70 تا آبی، من های 25. هر بوده بعدی رو دقت کنیم بچه بودم سه ایس رو میخوام تو پرانده پخش بکنم. میخوام تو پرانده پخش بکنم. خب بچه ها اگه این اتفاق بیفته سه در دو میشه شیش. درست فکر کنم سوال تو بود. شیش رو من می‌نویسم. خب بعدش x و a یه کنار هم بیارم پس میشه a b x. حالا اگه جا به جا بنویسی مهم نیست. منهای سه در یک بشه میشه سه یک این در یک بگم میدارم میشه سه x ایده. و ادامه سوال رو بدون هیچ تغییر من باید براش بنویسم. میشه برابر 9 آبی ایکس برابر 9 آبی ایکس برابر 6 ایکس ایده. بچه از این دارم 6 آبی ایکس 6 آبی ایکس با 9 آبی ایکس با هم دیگه مثل هم دیگه مثل هم دیگه 6 تا از اینا با 9 تا از اینا چون علامتشون بوده بچه ها باید با هم جمعشون بکنیم. میشه 15 تا A B X. حالا قسمت بعدی رو نگاه کنیم دوستان گل من. منفی 3 تا X Y با مثبت 6 تا X و Y. علامت های اینا ناجوره از من کم میشه. میشه 3 و علامت های خود رو کم میده. میشه 3 تا X و Y. 3 X Y. سوال هفت رو ببینیم. پنج آب رو پرانده هم پخش بشه. پنج آب رو تو پرانده هم باید پخش بشه. و این دور دو ایکس رو باید تو یکی پرانده هم پخشش بکنیم. خب. اتفاقی که اینجا برمان میفته اینه که پنج آب زده سه بشه بشه پنج ستا پونزده تا A X من های پنج A Y. حالا سه رو پرانتز پخش کن. داشت دو ایکس رو پرانتز پخش کن. دو ستا میشه شیش تا A X. دو ایکس رو ضرب منفی چهار می کنم. مثبت در منفی میشه منفی دو چهار تا میشه هشت تا X هم ضرب در ایگه میشه میشه X Y. برابر میشه. حالا با هم دیگه محاسباتمون رو آغاز می‌کنیم. خب بچه‌ها دقت حواستون باشه. 15 تا آریس با 6 تا آریس رو اگر با هم حساب بکنیم 15 تا آریس و 6 تا آریس میشه 21 آریس. میشه 21 آریس. از طرفی بچه‌ها گل من آ ایگرگ و ایکس ایگر اینا هیچ کدومش رو شبیه به هم نیستن پس ما نمیتونیم اینا رو با هم دیگه جمع و تفریق بکنیم مجموعی تنها بنویسیمش میشه من به پنج آ ایگر دیگه جان سرگش های پای من جان بنویسم من به پنج ایکس ایگر پس جواب این شد این سه تا مرحله چون با هم دیگه فرق داشتن من نمیدونستم جمع و تفریق بکنمشون آخرین سال بعدی سوالات شما رو جواب بدم منفی 16 آبی رو می‌نویسیمش منفی 16 آبی
بچه ها الان بین این عدد و این پرانتز عملیاتی وجود نداره. پس چون عملیاتی وجود نداره یعنی دروابینشون چیه؟ دروابینشون زرد. باید این پرانتز هم چی بشه؟ زرد بشه. میرش پرانتز داخل پرانتز زرد بشه. منفی 8 تا چه منفی 16 آبی منفی در مصفت چه منفی 8 تا چه 24 آب. ادامه سوال بدونید تغییر داره شدید در ادامه در آب. خب حالا اینا رو هم یه محاسباتش رو انجام بدید ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید منفی 16 تا آبی با منفی 16 تا آبی چون با هم جوره باید جمعش میکنه میشه منفی 32 منفی 32 آبی. از طرف دیگه آقا اینا با هم اینا رو با هم بگیرید جفتشون متشابه هم آدره و منفی 24 با مصفت 10 میشه منفی 14 آب میشه منفی 14 آب. این از کل محاسبات مربوط به عبارات جبری. اگر عزیزان هم سوالی دارن یه اسکرین شات از تابلو بگیرید لطفا. پانیز بگو. پانیز میکروفونت بسته. مثل مثال های 7 وقتی 5 آی ضرب در 3 میشه جواب آه. میشه 15 AX یا 15 XI هیچ فرقی نداره خانم هر کدومش که دوست داشتید بنویس ممنون. مثلا وقتی الانم که شما تو همون مثال 7 نوشتین 15 AX بعدش منهای 8 XI فرق نداره الان هیچ فرقی نداره نه فرقی از سوالتو بگو استاد صدا من دارید بفرمایید. اگر ما توی امتحان یا آزمونی این مراحل پایینش رو ننویسی فقط جواب حاصلش رو بنویسیم جواب آخرش رو بنویسیم ایرادی داره یا باید همه این مراحلش رو بنویسیم؟ همه محاسبات رو فرمی خانم بنویسید اصلا مرحله رو حذف نکنید. بهار مشهدی اون سوالا رو توضیح دادم عزیزم توی این شماره آخر شما نوشتید منفی 24 آ ولی 8 تا 24 تا میشه مثبت 24 آ. اینجا منفی مثبت منفی. آها بله ممنون. فارمیز اصلا این مهم نیستش که متغیر را جا به جا بشه. هیچ اهمیتی نداره. هیچ تفاوتی با هم نداره. من فقط برای اینجا رو جا میکنم یه وقتی که شما قشنگتر شکل خودش رو ببینید. اصلا مهم نیست جا به جا کردن. شاید شما جا به جا نکنید. اصلا شما جا به جا نکنید. اینم از این. بگذاریم بچه سوالاتتون رو جواب دادم همه رو. هر تعداد متغیری ممکنه بیاد. خب بچه بریم سراغ مبحث بعدی. من فقط این نکته رو بگم دوستان یه لحظه حواسه به من بچه همونطور که شما میبینید ریاضی امسالتون با ریاضی سال قبلتون تفاوت کرده خیلی سنگین شده و اگر عزیزی توی کلاس حضور پیدا نکنه خیلی سخت میتونه از پس قضیه در بیاد. خب یه لحظه بچه حواست مرتب من باشه براش همین اتفاق تو درس علومتون هم میفته. عزیزانی که هنوز تو کلاس علوم شرکت نکردن حتما بهشون تاکید میکنم که توی کلاس علوم هم شرکت بکنن چون کلاس علوم و کتاب علوم هم مثل کلاس ریاضی کلاس لازم و مهمیه. کتابش کتاب تقریبا میتونم بگم کتاب سنگینیه. اگر شما کلاس علوم رو شرکت نکنید درس اونا رو مشکل برمی‌کنه. این دو تا درس
دو تا درس بسیار مهم و پر اهمیت کلاس هفتم شما هست. پس خواهش میکنم که برای کلاس علوم هم حتما عزیزان اقدام بکنم و باز دوباره میگیم اولویت با اونه که زودتر ثبت نام کنم. خب بچه ها بحث ثبت نام کلاس علومشون هم جدی بگیرن چون کتابشون کتاب جونداریه. خب بریم جوابش هیچ فرق نمیکنه خواهشان بریم درس جدید. بچه آمده ای؟ ادامه شو گوش کنیم. خب حواسه من درس جدید رو با هم بریم. من خواهد چطرتون رو ببندم صحبت با هم شد. حواسه من درس جدید رو میکنم با هم دیگه تحت این عنوان آغاز بکنیم که مقدار عددی. بچه این عنوان درس مقدار عددی عبارت جمع یعنی چی؟ دوستان خوب حواس دارن؟ بچه یه عبارت جمعی به ما میگن مثل این مثل آمن های آمن های دوبی. خب خود سوال میگه که آ مقدار عددیش هست 5 و بی عددش هست 3. خب پس خوب نگاه کنید خود صورت سوال به ما عبارت جمعی رو میده. این عبارت رو میده مقدار حروف ها و مقدار متغیر هاش هم به من میده. دیگه حالا شما جواب این رو برام بدهید. تنها کاری که توی این سوال شما باید زحمت بکشید انجام بدید اینه که آقا هر کجا آ میبینید همینجا آ میبینید همینجا میبینید خط بزن داشت بزن 5. پس هر کجا که آ دیدم برم به جاش بذارم چند برم به جاش بذارم 5. و از طرف دیگه بچه هر کجا تو مسئله بی دیدم باید به جاش بذارم 3. پس در واقع ما فقط و فقط داریم جای آوردی رو با اعداد عوض میکنیم. اعداد رو به ما میدن صورت سوال به ما میدن. ما فقط کافیه که اینا رو چکار بکنیم جای گذاری بکنیم و بعدش دیگه میشه محاسبات. خب ببین چجوری الان حلش میکنیم. حواس من هر کجا که آدارم بهش بیا بذار 5. پس اینو فقط میکنیم این هایی تیره جاش 5 هر کجا که بی داشتیم به جاش میداریم 3. بچه حواستون هست دیگه اینجا وقتی که نوشته 2 بی یعنی بین عدد 2 و عدد بی عملیات ضرب قرار گرفته. پس به جای بی هم شما باید بزنید چقدر؟ باید بزنید 3. حالا که این محاسباتش رو انجام بده آ رو 5 گذاشتم پس این قیافه جدید سوال میشد 5 منهای پرانتز 5 منهای 2 ضرب 3 دو ستامن که میشه 6. حالا حاصل این رو ما تابستون و فصل دوم یاد گرفتیم 5 منهای 6 چون ناجوره باید از من کم بکنیم و جوابش میشه منفی 1. خب حالا اینجا نگاه کن چه اتفاق میفته. 5 اول سوال هم میدویسم 5 اول سوالی که نوشتیم بچه دو تا منفی میبینید اینجا ببینید دو تا منفی میبینید این یه دونه منفی این یه دونه منفی منفی در منفی میشه مثبت 1. 5 بعد از یک هم به جوابش میشه 6. بعد هر جمعه
توی هر سوالی عددی به شما داد، جای حروفش جای گذاری بکنید، بعدش برید محاسباتش رو انجام بدید. اینجا درس میتونید. خب بچه ها اینو بنویسید. از من این خودم تو جزوه نوشتم توی صفحه 5 جزوه با عنوان مقدار عددی در یک عبارت جبری، من این خودم براتون حل کردم. فقط الان میخوام با هم ادامه مثال ها رو بررسی بکنیم. خب دوستان اینو هم حل کنم، بریم یه تعداد سوال از این قسمت با هم. اعدادش رو فاطمه صورت سوال بهتون میده، صورت سوال اعداد رو بهتون میده، جای اون حروف عددی که سوال به داده رو باید قرار بدی، نه اینکه از خودت عدد قرار بدی. صفحه 5 بچه‌ها یادتون من صفحه 5 خیلی کردم دیگه، منفی در منفی شد مثبت. خب بریم ما هم دیگه تعداد سوال ببینیم. حواس به من تو مثال بعدی رو شما توضیح میدیم. یه دقیقه من بچه ها سوالت بنویسم. شما همین رو پای پاپ رو شما سوال میپرسید، من نمیبینم سوالتون رو جواب بدم. یه لحظه اینو با هم فرق کنیم، بعد بعدش دوباره میگم میشم سوالتون رو نمیدونم جواب بدم. سوال شماره یک، گروه هم که به ما داده ایکس رو به ما داده سه، اینتک رو به ما دادن توی اولی چهار، تو دو مومیه ایکس رو به ما داده دو، اینتکش رو به ما داده سه، توی شماره سه چهار در سه ایکس برداری سه که منطقه پنج در سه ایکس بعد آن بگم تو بگیده ایکس شده ده یک، ایده شده ده دو، یکی دیگه هم با هم میتونیم نفعه کنیم نده میسیم نده کنیم بعدش ادامه سوال رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب بچه برم دقت کنیم دوستان، پس حواسا الان تو مثال شماره یک هر کجا که ایکس دارم باید بجش بذارم سه. خب بیا ایکس ها رو قرد بزنیم بجه ایکس سه یه ایسی سه و بجه ایکس سه هم یه ایسی سه. هر کجا که ایکس داری بجش باید بنویسی چهار، پس ایکس رو قرد بزنم بنویس چند شما. بچه می دونید این بسات من به ایکس و ایکس یعنی در واقع چه عملیاتیه؟ زر. خب بریم محاسبات شما بریم، میشه سه پرانده سه چهار تا دوازده تا منهای پنج تقسیم بره در. اول از همه ما می دونیم که اولویت با پرانده دوازده منهای هشت رو باید فاصلشون در ابتدا به دست بگیریم. دوازده منهای هشت میدونیم میشه چهار، این جوابش میشه چهار، پس این رو بجش میریزم چهار. خب بچه بین این سه و چهار علامت میریز، یعنی اینجا چیه؟ اینجا این جواب ضرب. خب میشه که سه ضرب چهار تقسیم بر دوازده. اولین کاری که میکنیم از سمت چپ باید ضرب را انجام بدیم، من تازه گفته بودم دیگه، دیدید سه چهار تا میشه دوازده تقسیم بر دوازده که جوابش میشه یک.
سوال بعدی، هر پروژه ایکس دارم باید بهش بذارم دو. هر پروژه که ایکسه بهش بذارم دو. یه نام اینجا ایکس دارم بهش بذارم دو. هر پروژه هم که ایده دارم بهش باید بذاریم سه. از این رو میکنیمش سه. این هم بهش میذاریم سه. حالا ببینیم چه اتفاقی میخواهم. سه پشت پرانتزی که داریش پرانتزی رو باز میکنیم دیدید دو تا تا ببینید دو تا تا میشه چهار تا به پای سه سه تا میشه نو تا پرانتزی رو میبندیم به پای پنج پرانتز دو رو مینویسم به پای این دو رو تو این سه باید در کنم دو ستا که میشه چقدر میشه شیش دو ستا میشه شیش تا فرزتون رو میبنید بچه گردیم از اونجا ببردش مثل تابستون رو باید حساب بشه آقا چهار منهای نو میشه چقدر بیدی آقا چهار منهای نو چون نادوره باید این رو از هم کم بکنیم پس جوابش میشه منفی پنج چهاره منهای 9 میشه منفی 5 این طرف دو منهای 6 خب اینجا هم باز دوباره چون ناجور هستن دو منهای 6 چون ناجوره ما باید این رو از هم کم کنیم دو منهای 6 میشه منفی 4 میشه منفی 4 درست شد؟ این هم منفی 4 حالا بریم یه بار دیگه محاسباتون رو از ابتدا ما هم آغاز کنیم سه رو زده رو پنج میکنیم سه پنج تا میشه پونزده این سه علامتش مثبته این علامتش منفی مثبت در منفی میشه منفی از طرف اینجا هم باید ضرب بشه چهار پنج تا میشه بیست تا منفی در منفی میشه مثبت خب منفی بی 15 در لازه بی چون علامتشون دانشوره اصلا کم میکنی و علامت شده بزرگتر رو میده میشه مختلف پنج آخرین سوال ایکس اونو بچه ها بدش میداریم یک ایکس رو میداریم یک اینجا هم یه دونه ایکسه بدش میداریم یک خب پس هر کجا ایکس ها هم بدش داشتن ایکه یه رو بدش میداریم دو هر به جه دلمون می نویسیم دو یه دارم اینجا دارم یه ایده هم اینجا دارم یه هم فرقش می دارم بیدش بیداریم برد شد حالا این محاسباتش رو با هم بریم شما کشت پرانتز باشه پرانتز بار سه یکی میشه سه تا به علاوه سه دوتا میشه شیشتا فرانتز رو بدن متای پنج فرانتز سه یکی که میشه ستا دو دوتا هم میشه چهار سه به علاوه شیش میشه نو سه به علاوه شیش جوابش میشه نو اون برم سه علاوه چهار جوابش میشه هفت آسان آخرش بچه بریم بدست بریم و بعدی سواله به شما چهار نهتا میشه سی و شیشتا مهمای پنج هفتا هم میشه سی و پنجتا سی و شیش مهمه سی و پنج جوابش میشه یک سی و شیش مهمه سی و پنج جوابش میشه یک این هم از این قسمت و اما سوالات عزیزان دلم بفرمایید یه اسکرین شات هم لطفا از تابلو بگیرید که توی جزواتتون اینا رو زحمت بکشید وارد بکنید بچه چتا بازه بله پرستش خانم حتما صورت سوال مشخص میکنه که به جای عدد چه چیزی رو باید قرار بدید مرسی مرسا مریم جان ممنون خب عزیزمون سارا توکلی سارا جان توی سوال اول
هر کجا x داشتیم به جوش گوشتیم 3، هر کجا x داشتیم y داشتیم به جوش گوشتیم 4. ببین اینو گوشتم 3، اینو گوشتم 3، گوشتم 4، 3 4 تا 12 مثل 5 که شده 4، بعد گفتم 3 4 تا 12 تا تقسیم بر 12 که کردیم شده 1. مرسی غزل اسماعیلی. مبینا هاشمی جان ممنون عزیزم. آرشیدا، هر کجا تو سوال دو ایکس داشتم به جوش گشتم 2، ایگرگ گشتم 3. بعد محاسبه کرد ببین اینجا رو گذاشتم 2، 2 تا 4 تا 3 تا 9 تا 4 میگم میشه منفی 5، 3 تا من میگم منفی 5. اینجا گشتم 2، اینجا گشتم 3، 2 3 تا 6 تا 2 میگم 6 منفی 4، 4 8 تا 20 تا. و چون علامتشون با هم جور بوده، منفی در منفی بوده، شده مثبت 20. آخر هم اصلا کم کردم. بله درستا. دقیقا بچه ها اعداد رو به شما میده. مرسی ساحل عزیزم. اعداد رو به شما میده. شما فقط زحمت بکشید جایگذاری بکنید. فاطمه لطف داری؟ ممنون پرنیا. آیدا میکروفون وصله. سوالی اگر هست من بگو. النا این اعداد اعدادی هست که صورت سوال به شما میده و فقط باید اون اعداد رو جای متغیر خودش بذاری نه جای هر متغیر که دلت میخواد. تکالیفتون هم بچه‌ها بهتون میگم الان. بله 100 درصد مشغول. آیدا سوالت رو بپرس. من سوالی ندارم. شما میکروفونم واسه کردی. چرا دست بالا عزیزم؟ چرا دست بالا؟ خب بچه‌ها گلم تمارینی که باید برای هفته آینده حل کنیم بفرستیم، تمارینی که باید تا هفته آینده برای من بفرستیم، اصلا x تو هر مثالی خودش به ما میگه. کانورات براتون گروهتون رو میزنن. هر متغیری رو شما تو صورت سوال بهتون میده. نگران نباشید. بچه تکالیفتون رو من مشخص بکنم. میگیم تمام تمرین جزوه با ابتدای صفحه معادله باید بچه این تمرین شماست. من فایل کردم تو کلاستون. هرچی بچه مونده تا ابتدای معادلات شما باید هرچی تمرین مونده حل کنید. خب یعنی صفحه 5 و 6 حالا هرچی که مونده دیگه. هنی خودش میگه به ما جای چه عددی چی رو باید قرار بدید. خب تو گروهتون الان میگم فرمولات براتون گروه بزنن و تشکیل بدن که تو اون گروه شما بفرستید. پس بچه نگران گروهتون نباشید. من امروز پیگیرش میشم براتون گروه هم میدم.